خب سلام مجدد، بریم سراغ هر سوالی که باقی مونده. دیگه بچه‌ای که الان نشستن دیگه در آرامشن، یا کنکور دادی که حالا دیگه هر چی شد شد، دیگه هرس خوردن نداره، یا از بچه‌های سال بعدی که بریم ببینیم چه خبر بوده. والا این سوال نمیدونم چرا دادم. بابا این دانش آموز چی کار باید بکنه؟ یا باید فرمول سینوس سه آلفا رو بلد میبود که واقعا نیست، آخه تو کتاب رسما حذف شده، یا اینکه تبدیل ضرب به جمع و بلد می بود که اینم حذف شده. اینا همش آسونه ها، ولی خب حذف شده. یا نزدیکترین چیزی که به کتابای درسی موجوده طرف به ذهنش برسه این آلفا رو بنویسه، دو آلفا منه آلفا، خیلی سخت به ذهن میاد. بسته اونو دارم می نویسم، دومیو میشه سینوس دو آلفا کوسینوس آلفا منهای کوسینوس دو کوسینوس آلفا کوسینوس دو آلفا سینوس آلفا، یه ضریب دو هم که داره. بعد اینو باید با این جمع بزنیم، اینو با این جمع بزنیم، این چهار تا از این با منهای دو تا از این میشه مثبت دو تا از این، یعنی میشه دو تا سینوس دو آلفا کوسینوس آلفا به اضافه دو تا کوسینوس دو آلفا سینوس آلفا، که اینم از یه دو فاکتور بگیریم میشه بست سینوس دو آلفا علاوه آلفا. شما با سه تا راه میتونستید به این برسید. راه یک، فرمول کوسینوس دو آلفا رو جاش بذارید ساده کنید، به فرمول سینوس سه آلفا میرسید که نیست تو کتاب. راه دو، تبدیل ضرب به جمع بنویسید که این فرمولا نیست تو کتاب. راه سه که قشنگه، ولی خب چجوری آدم باید به ذهنش برسه؟ به حال بعد از این دیگه کاری نداشت. دو تا سینوس سه آلفا میشه دو تا سینوس 41 پی سوم، 42 تا پی سوم میشه 14 پی منهای پی سوم، 14 پی رو دور بنداز میشه منفی رادیکال 3. گزینه شماره 1. بریم لطفا پای تخته. خب تست بعدی دیگه اینا رو که حل کردیم، خب بریم این سوال. x به سمت 0، این تو به سمت 0 میره، جای تانژانت میتونیم خودشو بنویسیم، این تو هم به سمت 0 میره، جای کوسینوس هم چی میتونیم بنویسیم؟ یک منهای یو دو دوم، یعنی یک منهای دو ایکس دوم، یعنی یک منهای ایکس. یک با یک میره پایین، یه دونه ایکس میمونه، بالا هم که یک به رادیکال یک منهای ایکس دو منهای یک میمونه به توان دو. مخرج مشترک بگیر میشه یک منهای رادیکال یک منهای ایکس دو به رادیکال یک منهای ایکس دو به توان دو پایین ایکس ان. ایکس به سمت صفره، این که میشه یک، این از اینه که به صورت ضرب میشه جداش کرد، پس میشه عدد جاش گذاشت، میشد یک منهای رادیکال یک منهای ایکس دو به توان دو به روی ایکس ان. بعضی ها برای این رادیکاله یه همارزی حالا خیلی معروفه به برنولی، که من نه با لفظ همارزیش موافقم نه با لفظ برنولیش، با بستای تیلور بعضی و بلدن میتونن اینو ساده کنه، نمیتونستی هم تو مزدوج ضرب میکردی، یعنی تو یک به علاوه رادیکال یک منهای ایکس دو بالا و پایین به توان دو. بالا چی میشه؟ میشه اولی به توان دو منهای دومی به توان دو، یکا میره یه ایکس دو میمونه، پایین هم مزدوج اضافهش میمونه دیگه، ایکس رو صفر بذار، پایین یک به علاوه یک میمونه به توان دو میشه چهار. چی میخواییم بشه؟ میخواییم بشه آ. اینمون باید برای که اینو با هم بره، و حالا باید میگفت آ عدد غیر صفر، که اینم نگفته. اینقدر خدا خیرت بده، اینقدر همه چی رو سخت کردی دیگه خودت هم نمیدونی چی کار باید بکنی. آ مخالف صفر هم باید میگفت، برای که آ مخالف صفر باشه باید این اینو چار بگیریم که ایکس چارا با هم بره، بعد آمونم یک چهارمه، جمعش میشه 17 چهارم، گزینه 4. بریم رو تخته. اوه اوه 118، یا حضرت عباس چی بودی؟ میگه این تابه در دو نقطه ناپیوسته است، یعنی مخرج دو تا ریشه داره، فقط دو مجانبه موازی محور مختصات دارد، یعنی یا مثلا دو تا قائم یا یه افقی قائم یا همچین چیزی. ببین
آدم ممکنه بگه جانب افقیمون یکه، ولی خب ممکنه آ صفر باشه، گزینه صفر هم داریم. اگه آ رو صفر بذاریم مخرج فقط یه ریشه داره. پس آ مساوی صفر بذاریم مخرج یک ریشه داره که این به درد ما نمیخوره، ما مخرج دو ریشه میخوایم. پس آ صفر نیست، پس آ مخالف صفره. آ رو مخالف صفر بگیریم ایگرگ مساوی یک میشه مجانب افقی، درست شد؟ پس باید فقط یک قائم داشته باشین، فقط یک قائم. خب آقا مخرج دو تا ریشه داره، پس چرا دو تا مجانب قائم نداره؟ من مخرج دو تا ریشه نداره، پس چرا دو تا مجانب قائم نداره؟ فقط یه دونه داره، چون یکیش با بالا میره. یعنی صورت و مخرج یه ریشه مشترک دارن، یعنی یه ایکسی وجود داره که همزمان آ ایکس منهای بی ایکس دو علاوه دو رو صفر میکنه، هم آ ایکس منهای بی ایکس علاوه دو رو صفر میکنه. این دوتا رو اصلا منها کن، دو آمیره آ ایکس آمیره، میشه منهای بی ایکس در ایکس منهای یک مساوی صفر، یا بی صفره یا ایکس صفره یا ایکس یکه. بی صفر نیست چون بی رو صفر بذاری مخرج میشه تک ریشه ای. ایکس صفر نیست، ایکس رو صفر بذاریم کو اینجا ایکس رو صفر بذاریم اصلا بالا ریشه صدق نمی کنه، جمله بد بود، ایکس رو صفر بذاریم صدق نمی کنه. پس ایکس یکه، ایکس رو یک بذاریم تو هر کدوم از اون دوتا میشه آ منهای بی به علاوه دو مساوی صفر، یعنی بی میشه آ به علاوه دو. بی از آ دوتا بیشتره، بی از آ دوتا بیشتره، این صدق میکنه. همش صدق میکنه، یعنی رحمم نکرده، دمش گرم. چی بگم والا، خوبه خدا این سوالا. باشه بکنید این کارو، ولی تستو بکنین 5 دقیقه، یه ذره درس‌ها رو تغییر بدین، هر تست 5 دقیقه وقت بذارین، طرف فکر کنه با حوصله. بابا این چی آخه، جای بذاریم آیه بله به دو، هی خدا صورتو ولش کن دیگه، مخرجو کار داریم. نه همین که صورتو ولش کن مخرجو کار داریم، و من قبلا بهش فکر کردم. منهای x رو تو به ضرب کن میشه منهای a x منهای 2a به اضافه چند؟ به اضافه 2. مخرج از دوتای اول یه a x فاکتور بگیر، x 2 منهای 1، دوتای بعدی منهای، اشتباه کردم، منهای اینو تو x ضرب کنی میشه a x منهای 2 x، این x منهای 2 در x منهای 1، مخرج میشه x منهای 1 در AX2 به اضافه AX منهای 2. خب ما مخرج دو تا ریشه میخواستیم، یه ریشمون که یکه، این باید یه ریشه مضاعف بده، پس این باید دلتاش صفر باشه، یعنی A2 به اضافه 8 A صفر باشه. بحث کردیم که A صفر نیست، پس A میشه منفی 8. پاسخ این تست خیلی سخت میشه گزینه 4. برو پای تخت. یعنی دیگه کارمون به یه جایی رسیده که مثلا این تست رو میگیم تست آسون. تو این آسون این تست خوب بود. آقا وقتی ایکس رو صفر بذاریم مخرج صفره، بخوای حد دار باشه صورتت هم باید صفر شه. اینجا باید صورتمون که ایکس رو صفر میذاریم صفر شه، این بمون میشه منهای یک. بعد مشتق بگیریم از این چی میشه؟ مشتقمون میشه، من اینجا بنویسم لیمیت x به سمت صفره، مشتقمون سه تا کسینوس دو 2x در منفی سینوس 2x در 2، که اون 2 با اون 3 میشه 6، علاوه 2ax تقسیم بر چی؟ تقسیم بر x، x به سمت صفر منفی شده 2. حالا دیگه لاغر صفر مثبت منفی نمیذاشتی، اصلا فرقم نمیکنه. خب این بخش چند میشه؟ حدش میشه 2a. این بخش حدش چند میشه؟ به جای سینوس 2x 2x بذار، x با x میره، جای x صفر بذاری میشه منفی 12. منفی 12 به علاوه 2a مساوی 2، آمون میشه 7. جمع این دوتا میشه گزینه شماره 2. بریم رو تخته لطفاً.
بریم تست 21 جز اون سوال خیلی نرمال این آزمون بود، خیلی نرمال. خطوط مماس بر منحنی این تابه در نقطه صفر، در نقطه صفر راست و چپ این یکیش مثبت بیرون میاد یکیش منفی. مختصات نقاط آ و بمون، نه حالا آ نگیریم دیگه، اسم آ استفاده شد. نقطه او ام ایکسش صفر ایگرگش یکه، مشتقش یا مثبت یا منفی دو تا کوسینوس دو ایکس میشه که اگه ایکس رو صفر بذاریم شیبش میشه چند؟ مثبت منفی دو. پس ما دو تا معادله خط داریم، یکیش دو ایکس با عرض از مبدأ یک، یکیش منهای دو ایکس با عرض از مبدأ یک. میگه نقاط برخورد این تابه با نیمساز ربع دوم و چهارم. نیمساز ربع دوم و چهارم چیه؟ ایگرگ مساوی منفی ایکس. با اولی قطع بدیم، ایکس میشه منفی یک سوم، ایگرگش هم میشه یک سوم. با دومی قطع بدیم، ایکسمون میشه یک، ایگرگمون میشه منفی یک. چی میخواد؟ طول پاره خط آبه. آبه میشه رادیکال چار سوم به توان دو به اضافه چار سوم به توان دو، فاکتور بگیر بنداز بیرون میشه چار سوم رادیکال دو گزینه شماره سه. خیلی سوال خوبی بود، باز میگم به نسبت این آزمون بسیار سوال نرمالی بود. ادامه بدیم. ارزش این گزاره درسته؟ میدونی این جدولش رو بلد باشی 8 حالت داره. خب تنها حالتی که این نادرست میشه اینه که این درست باشه، کل این نادرست. اینم وقتی کلش نادرست میشه که این باشه، پس مخرج میشه 8 منهای 1. چقدر احتمال داره آر نادرست باشه؟ تو جدول 8 این آر 4 تا نادرست داره، یکیش رفت دیگه، 3 درست شد. باز من فکر میکنم شاید واقعا خیلی بچه‌ها این استدلال اون لحظه به ذهنشون نرسه، بترس اصلا نکنه من درمیشتی جا میدازم. برای من حدس میزنم که خیلی از بچه‌ها توی جلسه اینجوری نوشتن، خیلی هم با حوصله دیگه، دیگه دیدن آقا آزمونه که سخته، بذار لاقل اونی که بلدیمو درست حل کنی. کار خوبی هم کردی اگه این کار کردی. آنگاه کیو یا آر، ببین کیو یا آر درسته، درست آنگاه درست، درست کیو یا آر این دوتا هم درسته میشه درست، کیو یا آر این نادرسته میشه نادرست، وقتی پی هم نادرسته که دیگه این حتما درست میشه. فضای نمونمون میشه اینه که این درسته، این فضای نمونمونه. پیش آمدمون میشه آنهایی که آر نادرسته، یک دو سه. بریم. خب 127 تعداد عاملای مختلف 20 فاکتوریال رو میخواد. چند تا عامل دو داریم؟ عامل دو باید 20 رو تقسیم بر دو کنیم میشه 10، 10 رو تقسیم بر دو کنیم میشه 5، فقط خارج قسمت ها 5 تقسیم بر دو 2، 2 تقسیم بر دو 1، 1 و 2 3 و 5 میشه 18. تقسیم بر 3 10 تقسیم 20 تقسیم بر 3 6، 6 تقسیم بر 3 2. چند تا عامل 5 داریم؟ 20 تقسیم بر 5 4. چند تا عامل 7 داریم؟ 20 تقسیم بر 7 2. چند تا عامل 11 13 17 19 داریم؟ همش میشه 1. جمعشون 4 و 2 6 و 4 10 و 8 18 و 18 36 گزینه 3. بریم لطفاً بریم سوال آمار که سوال خیلی پر محاسبه‌ای بود. میگه در جدول فراوانی داده‌های زیر مقدار میانه 13.5، اختلاف چارک اول و سوم 17. ببین جمع اینا 22 تاست، یعنی 22 تا داده است. پس 11 تا داده قبل از میانه داریم، 11 تا داده بعد از میانه. داده هامون چی هن؟ 3 تا 11 داریم، 1 2 3، 2 تا 12 داریم. بعد
عدد بعدی که می نویسیم که نمیدونیم آ هست یا نه، حالا توضیح میدم، عدد بعدی که می نویسیم در واقع چارک اوله، چارک اول اون میشه 13، این چارک اول. بعد 5 تا 13 دیگه داریم، تا اینجا که می نویسیم نصفشون 11 تاشو نوشتم، درسته؟ میانه اینجا چنده؟ این میانه 13 و نیمه. پس حتما عدد بعدی چی بوده؟ 14 بوده، که اتفاقا 14ه. این نشون میده آ تو این گروه نیست، چون اگه آ بود اینا رو یه دونه هول میداد جلو میانه رو 13 میکرد، پس آ همون وره. خب بسیار عالی. بنابراین 3 تا 14 داریم، 2 تا 28 داریم، 5 تا نوشتم. نوبت Q3، Q1 13، Q3 از Q1 17 تا بیشتره میشه C. پس عدد بعدیمون باید چی باشه؟ C باشه. اینجاست که میفهمیم آمون چند بوده؟ C بوده. اینجا C بوده که Q3 مونه، بقیهش هم 5 عدد C و 1. امیدوارم که خوب فهمیده باشید این تیکه رو. آمون C. حالا بریم سراغ میانگین. خب یه 10 تا از همه قرض بگیرم، 3 تا 1 اضافه داره، 2 تا 2 اضافه داره، 6 تا 3 اضافه داره، 3 تا 4 اضافه داره، 2 تا 18 تا اضافه داره، 5 تا 21 اضافه داره، یه دونم 20 تا اضافه داره، تقسیم بر 22 تا. جمع بزنیم 3 و 4 7، 7 و 3 37 67 73 78 178 198 198 بروی 22. آره دیگه 9 میشه، 10 و 9 میشه چند؟ 19. میانگین شد 19. بریم سیگما 2. اختلاف این بابا با 19 8 تا، به توان 2 64، تعدادش 3 تا. به اضافه اختلاف این بابا با میانگین 7 تا، به توان 2 49، تعدادش 2 تا. اختلاف این با میانگین 6 تا، به توان 2 36، تعداد 6. اختلاف این با میانگین 5 تا، به توان 2 25، تعداد 3. اختلاف این با میانگین 9 تا، به توان 2 81، تعداد 2. اختلاف این با میانگین 12 تا، به توان 244، تعداد 5. اختلاف این 3 با میانگین 11 تا، به توان 221، تعداد 1. آقا منو چک کن تو رو خدا، تقسیم بر 22. چه بلایه. نه ماشین حساب نزن، من باید جای بچه حساب کنم، گناه داره. 3 تا 64 تا، فقط چک کن منو، میشه 192. 2 تا 49 تا 98، 6 تا 36 تا 216، 3 تا 25 تا 75، 2 تا 81 162، 5 تا 144 تا 720، 121. جمع بزن 82 10 10 و 6 16 و 5 21 و 2 23 و 1 24 2 و 9 11 و 9 20 21 28 34 36 38 3 و 1 4 4 و 2 6 7 8 15 15 84 15 84 تقسیم بر 22، 7 تا 22 تا میشه 154 تا، اینجا 2 تا 72، یعنی گزینه 3 درسته؟ نکته مهم اینه که من بار دومه دارم این سوال رو حل میکنم، و خداییش اینو بگم به بچه ها، بار دومه دارم این سوال رو حل میکنم. یه دفعه ساعت 2 که سوال اومد شروع کردم بل کردن، یه بارم الان. واقعا این سوال ها حالا یه سرشون سخته، سرشون ها پرمحاسب است. بریم تست شماره 130، که به اعتقاد من این تست غلط همه جوره. خوشحال میشم هر کدوم از دانش آموزا یا همکارای محترم من، همکارای عزیز من، یا طراحای کنکور اگه واقعا میبینن این
برنامه ما رو، اگه من اشتباه میکنم بگن، من خیلی بالا پایین کردم، گفتم نکنه من دارم چیزو جا میندازم، فکر کنم درسته. ببین میگه ما یه سری کارت داریم، 21 کارت داریم، روش 1 تا 21 رو نوشتیم، بعد دو تا کارت میاریم بیرون به ترتیب 1 2، بعد اینو میذاریم کنار هم. مثلا ممکنه رو کارت اول نوشته باشه 1، رو کارت دوم 17، پس عددی که شکل میگیره چنده؟ 117. رو کارت اول نوشته مثلا 12، رو کارت دوم 8، میشه 128. درست شد؟ خیلی خوب. بعد میگه که این تیکش خیلی هم با تاکید گفته، میگه اعداد تشکیل شده از همه حالتهای ممکن را در مجموع آن قرار میدهیم، پس اگه تکراری داریم باید یه بار حسابش کنیم دیگه. از یعنی نگفته یکی از این اعداد را به تصادف انتخاب میکنیم، اتفاقا گفته این عدد را مینویسیم توی مجموعه، یعنی با تاکید بر این که تکراریاش رو دور میریزیم. آقا تکراریاش رو دور میریزی، تو 1 و 17 رو کنار هم بذاری یا 11 و 7 رو کنار هم بذاری، اینو یه عدد درست میکنه، ولی تو مجموعه یه بار اینا رو میاری. یعنی از این خبرها نیست که بگی آخ جون NS 21 اولی 22 420، نه خیلی از این خبرها نیست. تکراری رو باید حذف کنیم، تکراری رو باید حذف کنیم. خب بریم ببینیم چی کار باید بکنیم تکراری رو. عرض به حضورتون که NS میشه 21 ضرب در 20 منهای آنهایی که تکرار شدن. ببین اینی که بخواد تکرار بشه، دو رقم و کنار هم بنویسیم که تکرار نمیشه، مثلا 12 بعدش بنویسی 13، این که دیگه چجور میخواد تکرار شه یه بار دیگه؟ یه رقم دو رقم ها ممکنه تکرار شه، اونایی که با 1 شروع میشه به این مثلا 1 11، خب این 11 یکم تکرارشه دیگه، 1 12 11 2 تکرارشه، 1 13 11 3 تکرارشه، بریم تا چند؟ 1 19 اینم 11 9 تکرارشه، 1 20 دیگه نه، 1 20 12 0 نداریم، ولی 1 21 هم تکرار میشه، 12 1. بعد اونایی که با 2 شروع شه 2 و 11 تکراریه، 2 10 که ننوشتم دیگه، معلومه 21 0 نداریم، 21 1 داریم، 2 13 داریم، 21 3، 2 12 معذرت چون نوشتم 13 دیگه، برو دیگه، 2 13 داریم تا 2 19، 2 20 نداریم، 2 21 هم تکرار نمیشه چون 22 1 نداریم دیگه، با 3 هم شروع کنیم تکرار نمیشه. اینجا چند تا عدد میبینی؟ 9 تا و 9 تا، 18 تا و 1، 19 تا، میشه 420 منهای 19 میشه 401، نداریم دیگه گزینه درست اصلا، چون 401 هم به هیچ کدوم از اینا ساده نمیشه. اما حالا میگه تازه آقا اصلا فکر کنین درست، اصلا فکر کن NS 420 خوبه دیگه، از این بهتر که نمیشه، نمیگفت مجموعه، میگفت آقا همه رو مینویسیم. بابا بدبخت باید تازه بیاد فکر کنه به این که این عدده چقدر احتمال داره بر 6 بخش وزیر باشه، چه کار که آدم باید به سرش بریزه به 6 بخش وزیر رو، سخته به خدا اینو. اعداد 1 تا 21 آنهایی که در تقسیم بر 3 باقی مانده 0 دارند میشن چیا؟ میشن 3 6 9 12 15 18 21، تعدادشون چند تاست؟ 7 تاست. آنهایی که در تقسیم بر 3 باقی مانده 1 دارند 1 4 7 10 13، من بی خود می نویسم فقط هی میخوام قشنگ بره تو ذهنتون، تعداد اینم 7 تاست. اعدادی که در تقسیم بر 3 باقی مانده 2 دارند 2 5 8 11 14 17 20، اینم تعدادش چند تاست؟ 7 تاست. شما اگه میخواید دو تا از اینا رو کنار هم بنویسید که یه عددی درست کنه که بر 6 بخش پذیره، اولا باید زوج باشه، ثانیاً یا باید جفتشو از سکا بذاری که جمعش بشه مضرب 3، یا اینو سکا به علاوه 1 بذاری اینو سکا به علاوه 2 که جمعش بشه سکا، یا اینو سکا به علاوه 2 بذاری اینو سکا به علاوه 1 بذاری. درست شد؟
خیلی خب بیا بشماریم اینا رو. از این چند تا داریم؟ اینجا بنویسم سکا و سکای زوج، اینجوری بنویسیم. سکای زوج چند تا داریم؟ 1, 2, 3 تا داریم. یکی از سکا استفاده شده، چند تا میمونه؟ 6 تا. سکا علاوه یک زوج چقدر داریم؟ سکا علاوه یک زوج چقدر داریم؟ 1, 2, 3 تا. مذهب 6 گفته دیگه. آره، سکا علاوه یک زوج چقدر داریم؟ 3 تا. آقا چک کن من اشتباه نکنم. بعد سکا علاوه 2 چند تا داریم؟ 7 تا. سکا علاوه 2 زوج چند تا داریم؟ سکا علاوه 2 زوج 1, 2, 3, 4 تا. اینم ضرب در 7. اینا رو ضرب و جمع کن، ان آمون به دست میاد. 7 × 7 = 49 تا و 18 تا 67 تا. کاش تموم میشد. خب اینام تکراری داره، اینام تکراری داره. کو تکراریاش؟ بیا ببینیم اینا کدومش تکراریه. بشمر دیگه اینجا این تکراری ها در آ. 1, 12 ضرب 6 نه زوجاشو فقط. 1, 14 ضرب 6 بله. 1, 16 نه. 1, 18 118 نه دیگه اینجا نداریم. 100 زوجا اینجا. 212 نه. 214 نه. 216 آره دیگه مضرب شیشه. 218 نه. دو تام تکراری داریم، پس اینجا منهای دو هم میشه. بنابراین احتمالمون میشه چی؟ میشه 65 به روی 401. خیلی دلم میخواد بدونم طراحای عزیز چیکار کردن و اینجا وقت کجا اومده. بریم رو تخته. بریم سوال بعدی. سوال خوبیه. 5 رقمی مضرب 18 مربع کامل. 18 2 ضرب در 3 به توان 2. پس مربع کاملی که بخواد مضرب 18 بشه باید خود اون عددی که به توان 2 میرسه 2 3 داشته باشه، یعنی 6 کا بوده. 6 کا به توان 2 بین 10 به توان 4 و 10 به توان 5 جذر بگیر. این ور 100، این ورم 100 رادیکال 10. اینم دمش گرم داده، این حرکت خوبی بود. 316 تقسیم کن. 100 تقسیم بر 6 میشه 16 و خورده ای میشه، از 17 شروع میشه. 316 تقسیم بر 6 52 و خورده ای میشه 52. تعداد 52 من 17 به علاوه 1 میشه 36 تا گزینه تو. سوال نرمالی بود. بریم تست بعدی. تعداد مقسوم علیه های مثبت x از تعداد مقسوم علیه های مثبت x 40. x 40 2 به توان 3 ضرب در 5. 2 به توان m منهای 3. 5 به توان n منهای 1. تعداد مقسوم علیه ها رو، تعداد مقسوم علیه مثبت توان ها رو یه دونه اضافه میکنیم، در هم ضرب میکنیم. m به علاوه 1 در n به علاوه 1 منهای پرانتز m منهای 3 به علاوه 1 n منهای 1 به علاوه 1 شده 12. m n ها با هم میره، یه m و n داریم با 2n میشه 3n به اضافه m مساوی 12. اینی که مرتبش کنم. محدودیت های m و n هم اونجا رو نگاه کن. m حداقل 3، n حداقل 1. بنویسیم دیگه. n و 1 بذارید m میشه 9، n و 2 بذارید m میشه 6، n و 3 بذاریم m میشه 2 که نمیشه. اینجا x مون میشه 2 به توان 9 ضرب در 5. اینجا x مون میشه 2 به توان 6 ضرب در 5 به توان 2. این میشه 512 ضرب در 5 2560. داریم 2 تا 9 درست نوشتم؟ آره. 64 ضرب در 25 چی میشه؟
4600. یه چیز دارم اشتباه میکنم، هیچ کدوم نیست تو جواب. یه بعلاوه یک میره اون بر کم میشه میشه 11. اینجا یه بعلاوه یک داره از اون کم میشه میشه 11. پیدا کردم ایرادمو. اینو یک بذاریم اممون میشه 8، اینو دو بذاریم اممون میشه 5. الان درست شد. 2 به توان 8، 2 5 تاش میشه 10 تا، 2 به توان 128 میشه 1280. داریم اینم دو تا دوشو با این بگیریم میشه 100، میشه 800. کمترین مخواد گزینه تو کلن دوتا جواب داشتیم. بریم تست 133. میانگین بزرگترین و کوچکترین عدد سه رقمی این شکلی که مضرب 12 باشه. خب این یعنی 100 آ به اضافه 10 ب به اضافه آ مضرب 12. 101 آ 101 و هی 12 تا 12 تا کم کنیم 96 تا کم کنیم میشه 5 آ به اضافه 10 ب به پیمانه 12 میشه 0. دو طرف رو میشه به 5 ساده کرد دیگه، به نسبت به 12 اوله. آ میشه منهای 2 ب. حالا شروع کنیم به عدد نویسی. ب رو 1 بذاریم، آ میشه منهای 2. اون تا منهای 2 به پیمانه 12 عدد یه رقمی نداریم دیگه، 10 میشه. هیچی. ب رو 2 بذاریم، آ میشه منهای 4. 12 تا اضافه کن 8. ب رو 3 بذاریم، منفی 6 به علاوه 12 میشه 6. ب رو 4 بذاریم، منهای 8 به علاوه 12 میشه 4. ب رو 5 بذاریم، جواب نمیده چون میشه چرا جواب میده. ب رو 5 بذاریم، آ میشه 2. ب رو 6 بذاریم که آ دیگه میشه 0، نداریم. ب رو 7 بذاریم میشه منهای 14. دو تا 12 تا بهش اضافه کنیم میشه 10، به دردمون نمیخوره. ب رو 8 بذاریم میشه 8. ب رو 9 بذاریم، آ میشه 6. بزرگترین عددی که با اینو ساخته میشه اینجا 828، اینجا 636، اینجا 444، اینجا 252، اینجا 888، اینجا 696. بزرگترین عدد، کوچکترین عدد، میانگینشون میشه چی؟ 130 140، 1140، دوم 570. ایشالله که درست رفتم. گزینه 3. بریم سوال بعدی. میگه خارج قسمت تقسیم آ بر 11 سه واحد بیشتر از باقی مانده است. آ مساوی به کیو؟ بله این آره. بله و آر، آرمون هم 0 تا 10. پس آمون میشه چی؟ 11 علاوه 1 12 آر به اضافه 33. احتمال اینکه آی منهای 9 بر 24 بخش پذیر باشه. آی منهای 9 میشه 12 آر به اضافه 24. چه خوب، اینکه بر 24 بخش پذیره، پس باید 12 آر به 24 بخش پذیر باشه، یعنی باید آرمون زوج باشه. یعنی چی؟ آرمون باید 0 و 2 و 4 و 6 و 8 و 10 باشه. این میشه فضای نمونمون، این میشه پیش آمدمون، احتمالمون میشه 6. 11 هم گزینه دو. دیگه اینقدر سوال سخته آدم اینا رو میبینه میگه خوبه، میگه این خوب بوده. بریم. این بزرگترین عدد طبیعیه که این 36ه. این هم آسون بود دیگه، 10 منهای ام، این که صفره، به 36 بخش پذیره. چند فاکتوریل اولین بار به 36 بخش پذیره؟ 5 فاکتوریل 120، نه 6 فاکتوریل، اولی 6 فاکتوریله که بر 36 بخش پذیره. پس اممون 4 بوده. 4 به توان 123 به 15 رو میخواد، بنویس 4 به توان 2 به توان 61 ضرب در 4، 16 به 15 1، 1 ضرب در 4 میشه 4. اینم خوب بود،
اینم خوب بود. بریم 137، اینم خوب بود انصافا. چند جواب صحیح نامنفی داره. x4 باید مقسوم علیه 10 باشه یا 1 یا 2 یا 5 یا 10. اینجا x1 که به علاوه x2 به علاوه x3 به ترتیب میشه 10 و 5 و 2 و 1. بعد میذاریم توی اون رابطه دیگه، اینجا nمون 10، اینجا کامون 3، اینجا nمون 5 کامون 3 n 2 کا 3 n 1 کا 3. تعداد جواب غیر منفی میشد کا منا 1 n علاوه کا منا 1، یعنی به ترتیب میشه 2 از n علاوه 2، یعنی به ترتیب میشه 2 از 12، 2 از 7، 2 از 4، 2 از 3 میشه 66 به علاوه 21 به علاوه 6 به علاوه 3، 3 و 6 9 30 96 گزینه 4. اینم میگم به نسبت این آزمون جز سوالای خوبش بود. 38 عالی بود، عالی، ساده، همبند، ماکسیموم درجه 3. بیا حداقل تعداد یال استفاده کن، 1 2 3، همبند شد دیگه، کمتر از اینم نمیتونم یال استفاده کنم، مرتبهش 7، 6 تا یال داره، گزینه 2 تمام، برو تخته. بریم یه مربع لاتین خیلی خوب و ردیف داده بود، خیلی سری میشد زد دیگه، حالا بازی میکنی دیگه باش دیگه. 3 1 5 2، اینجا 4ه، پس بمون 4 که نیست، بمون 4 نیست. عرض به حضور شما که دیگه چی داریم؟ 3 1 5 4، اینجا 2ه، پس بمون 2 هم نیست، نداریم، اشکال نداره. عرض به حضور شما که دیگه چی داریم؟ دیگه اینجاییم 4 1 2، این دوتا 3 و 5، این 5، این 3، بمون 3 هم نیست، بمون 3 هم نیست، آمون هم 3 و 5 نیست، باش آمون هم 3 و 5 نیست، کمک خاصی نکن، آمون 1 هم نیست، اینا دیگه. الان آمون چیه؟ 2 و 4 مونده، آمون 2 هم نیست، نگاه کن چقدر بد گفتم، شلوغش کردم، آمون 2 هم نیست. خب همینه دیگه، آدم وقتی میره سراغ یه سوال ممکن دقیقا صافترین مسیر رو یه دور اضافه بزنی، همینم شد، آمون 2 هم نیست، پس میشه گزینه 4. بعضی ممکن اصلا گزینه رو نگاه نکرده باشن، شروع کردن به کامل کردن، مثلا این دوتا رو که من کامل کردم، باز میشه کامل کرد دیگه، مثلا 3 2 1، اینجا 4 و 5، 5 اینجاست، پس آ 4، اینجا 5، و همینجوری ادامه بدن دیگه، میشه کامل کرد دیگه، ولش کن. بمون چند شد؟ بمون 1 شد، آمون 4 شد، گزینه 4. بریم رو تخته، بریم سوال 140. باز اینم خیلی سوال نرمالی بود، گراف مجموع احاطه‌گر مینیمال رو میخواست. البته پی دی افی که ما داریم یه ذره این حروفش ناجوره، که من فکر میکنم من یه جایی یادداشت کردم، مثل این که ما زوم کردیم، مثل این که این ایه، بعد باز مثل این که اینا این، اینجوری که ما فهمیدیم. گراف احاطه‌گر مینیمال، گزینه 1 بی و اچ، بی و اچ اینا همه رو پوشش میدن؟ نه، جی پوشش داده نمیشه، ولش کن. بی و جی و آی، بی و جی و آی اینا همه رو پوشش میدن دیگه. بله 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 بله، تموم شد. خدایش تست خوبی بود، خیلی نرمال بود، یعنی دیگه زیادی آسون بود به نظرم. بذار یکی دیگه شم نگاه کنم. آ و ای و اچ، آ و ای و اچ دی رو پوشش نمیده، نه دیگه، حالا ما که همه رو چک کردیم، یا آخری هم چک کنیم. آ ای اف جی، آ ای اف جی بازم دیو پوشش نمیده، تمام. بریم آقا، بریم
بریم رو تخته. بریم بعدی. این بردار با محور ضد در فضا زاویه 45 درجه میسازه. پس کوسینوس 45 که یک به رادیکال 2 میشه ضد این یارو، یعنی یک تقسیم بر اندازه آ. پس از اینجا اندازه آ میشه رادیکال 2، یعنی رادیکال 1 به علاوه آلفا 2 به علاوه 1 مساوی رادیکال 2، آلفامون میشه 0. پس بردار آ چیه؟ منفی 1 0 1. زاویه شو با چی میخواد؟ با بردار B میخواد. نه زاویه شو نمیخواد، اول آ ضرب در B رو میخواد. امتداد آ ضرب در B کوسینوس زاویه شو با محور زد میخواد. اینو سه برابر کن، چون نه جهت رو تغییر میده، فقط اندازه رو بزرگ کوچیک میکنه، نه امتدادو. به یه دو هم ساده کن، یعنی انگار سه دوم B رو دارم مینویسم، میشه منهای 2 1 3. ضرب کن میشه منفی 1 و 1 و منفی 1. چی میخواد؟ کوسینوس زاویه با محور زدو میخواد، میشد زدش تقسیم بر اندازش منفی 1 به رادیکال 3، گزینه 1. بریم لطفا. عجب سوالی بود این 142، اوف عالی بود. یه مثلث ABC داریم که طول وترش 8. اینم میانه AM. میگه کل مثلث رو در امتداد AM یه برداری در امتداد و جهت AM انتقال میدیم، نه اندازه AM، یه خورده کوچیک‌تر. یه ذره اینو کوچیک‌تر انتقال بدی به این میرسی. درسته؟ اینا AT. خب بدیهیه که این با اون اصلیه متشابهه، چون که ازراش موازیه. میگه این مساحتش 1/16 مساحت اولی است، پس نسبت تشابهشون چند بوده؟ کاب توان 2 بوده 1/16، یعنی کامون بوده چقدر؟ 1/4. درست شد؟ پس میانه این 1/4 میانه اینه، میانه این 1/4 میانه اینه. یعنی عرض به حضور شما که وتر 8، میانه نصفش یعنی 4، این 1/8، 1/4 یعنی 1، این 3. اندازه آتی رو میخواد میشه 3. خیلی خوشگل بود سوالش. بریم. رفتی رو تخته؟ خب پس بریم سوال بعدی. یه ضرب سرکاری ماتریس ضرب کنیم دیگه. اینو تو این ضرب میکنم میشه 7 2 6 13 17 7 3 2 5 3 7 منهای 2 در 0 1 منفی 1 1 0 0 0 1 1. چی میخواد؟ سطر سوم. پس فقط سطر سوم رو باید ضرب کنم. برم 7 1 منهای 5، جمعش چند شد؟ 3. گزینه 1. بریم بعدی. سوال بعدی هم خیلی نرمال بود. اول آتی آ رو حساب کنی، اسمش هم مثلا بذارم ماتریس سی. درست شد؟ آتی 1 منفی 1 2 1 3 1 در 1 منفی 1 2 1 3 1 مساوی 1 2 3 میشه 13. 1 و 4 5 و 9 14. سریع دیدم اشکالمو، ولی باز درد سر درست میکرد. بعدی منهای 1 و 2 1 به علاوه 3 4. بعدی منهای 1 به علاوه 2 1 به علاوه 3، بازم 4. یکی شد. حالت بدیهیه، چرا حواسم نیست، متقاره میشه. این هم میشه 3. حالا ماتریس B در 3 شده 52 تا I. دو طرف رو در C منفی 1 ضرب کن، B میشه 52 تا C منفی 1. C منفی 1 چیه؟ 1 به دترمینان A که میشه 1 بروی 42 منهای 16 یعنی 26 در
این دوتا رو جابجا کن، این دوتا رو قرینه کن، چی میشه؟ میشه دو شیش منهای هشت، منهای هشت 28. چی میخواد؟ بزرگترین دیه رایش گزینه 4. بریم تخته. متاسفانه سوال 145 حداقل از نظر من غلطه. سوال میگه مجموعه نقاطی از فضا، چون اینجا میشه مجموعه نقاطی از فضا که از دو خط موازی به یک فاصله، نقاطی که بخوان از این دو خط موازی تو فضا به یک فاصله باشن کجا؟ وسطش بالا یا پایین؟ درست میگم؟ وسطشون بالا یا پایین؟ جلو عقب هم میتونی بری. چی درست میکنه؟ یه صفحه اون وسط درست میکنه. میشه این، میشه این، میشه این. مجموع نقاطی از فضا که از دو خط موازی به یک فاصله در تعداد نامتناهی صفحه قرار میگیرن. آقا منظور چیه؟ خب اگه جواب یه سوال یه نقطه هم باشه، یه نقطه هم در نامتناهی صفحه قرار میگیره. الان این که اصلا هیچی هم نخونی این درسته. من فکر میکنم منظور این دوست عزیزمون این نباشه، مثلا میخواسته بگه که جوابش در یک صفحه قرار نمیگیره، در یک صفحه جا نمیشه. یعنی اگه بخوایم جوابش رو پیدا کنیم نیاز به نامتناهی صفحه داریم که همه این نقاط رو بتونه پوشش بده. احتمالا منظورش اینه. مجموع نقاطی از فضا که از دو خط موازی به یک فاصله در صفحه عمود بران دو خط قرار دارن. اگه واقعا پاسخنامه سنجش این باشه، اگه این باشه، در صفحه عمود بر صفحه شامل آن دو قرار میگیرند، نه عمود به خودشون که نیست که. این گزینه یک و دو که راجع به یه موضوعه. گزینه سه میگه مجموع نقاطی از فضا که از یک نقطه و یک خط به یک فاصله باشد. خب تو صفحه میدونیم چیه؟ سهمیه. خب تو فضا همین جوری میشه. آره مثل چی؟ مثل گلدون. مثل گلدون بهش میگیم سهمیگون، شبیه گلدون میشه. روی منحنی سهمی شکل قرار دارن. من نمیدونم یعنی چی روی منحنی. یه منحنی نیست، یه سطح فضایی میسازه. نه اینم نه، الان گزینه ما اینم نیست. مجموع نقاطی از فضا که مجموع فواصلش از هر نقطه، از دو نقطه ثابت به یک اندازه باشد رو محیط بیزی. اینم میشه بیزی گون. تو فضای بیزی اینجوری حجم دار تصور کن. هیچ کدومش نیست. خیلی علاقه مندم که جواب مفصل طراحای عزیز کنکور رو ببینم. خب بریم سوال عجیب 146 که خیلی ساده است. یه سهمیه که خیلی سریع استانداردش میکنی، میشه ایگرگ به علاوه یه دوم، مرکزش یک و منفی یه دومه. این رأسشه، ببخشید گفتم مرکز. چار پی دوازده، پی مون سه، سه تا بری بالاتر میشه پنج دوم. اینم کانونشه. بعد میگه یه بیزی با این کانوناش این دوتا رسم میکنیم با خروج از مرکز شیشده هم. اینه که میگم عجیب، خروج از مرکز بیکار بود. فاصله مرکز بیزی از مبدع مختصات. فاصله مرکز بیزی میشه وسط این دوتا، ایکسش یکه، ایگرگاش هم پنج دوم منای دوم دو تقسیم بر دو یک. فاصلهش از مبدع میشه رادیکال دو، گزینه دو. حالا نمیدونم دستشون در رفته یا مخصوصا گفتن آقا باید تشخیص بدی خروج از مرکز اینجا لازم نیست دیگه. من نمیدونم. بریم لطفا. رفتی رو تخته؟ سوال بعدی که باز متاسفانه حداقل از دید من غلطه اینه. میگه مثلثی با اضلاع 13 14 15 اندازه 6 سلی منتظم محاط شده در این مثلث.
اولا 6 سلی محاد شده منتظم نداره. اولا اگه 6 سلی منتظم نیست، طول زل یعنی چی؟ الان 6 سلی 6 تا زل داره، کدوم میخوای؟ منظورت منتظمه؟ نگفتی منتظم منظورته. من چجوری این تو محاد کنم؟ من حدس من اینه که این اینجوری محاد کرده، این صرفا حدس منه. خب که این 6 سلی منتظم بشو نیست. میدونی چرا؟ چون این دوتا بعد امتدادشون با هم زاویه 60 بسازه، اینم باید زاویه 60 بسازه، مثلث مساوی اضلاع نیست. چرا من این حدسو میزنم؟ چون خیلی اولا عددا یه جوری تنظیم شده که اسشو حساب کن، نصف محیطو حساب کن، 13 و 14 27 برای 15 42 تقسیم بر 2 21 اسم شد رادیکال n، ببخشید p در p منای a در p منای b در p منای c. 21 و 3 7 بنویس، 6 یه دونه 3 یه دونه 2 داره، 7 هم یه دونه اینو داره، 8 هم 2 به تمام 4ش میکنه، 3 7 4 3 7 21 ضرب در 4 84. من ساعت 84. حالا اسم میشه چی؟ میشه آر ضرب در پی. 84 مساوی آر ضرب در نصف محیطمون که 21، شعاع دایره محاطیمون 4. اینه که من صرفا حدس منه، شاید هم اشتباه میکنم، فکر میکنم منظورش این بوده. مثلا منظورش این بوده که بگی آقا این آرش 4ه، این چیه؟ الان این 4 به روی ضلعمون میشه کوسینوس 30 درجه، یعنی رادیکال 3 دوم، از اینجا آ میشه 8 رادیکال 3 سوم. اگه گزینه رو دو زدن همشین اشتباهی کردن. شاید هم نمیدونم، شاید بیان یه توضیح بدن، من که به ذهنم نرسید که آقا مثلا واقعا منظورت اینه که مثلا یه 6 ضلعی منتظم مثلا این فرمی طرف محاط کنه. آقا دمتون گرم، به ما یاد بدید، ما که نمیدونم، نفهمیدم من. مگه میشه به این راحتی زل اینو حساب کرد؟ مگه یه دونه فقط میشه محاط کرد؟ اصلا فکر نمی کنم به این سادگی باشه. بنابراین کل این حلی که اینجا نوشتیم چیه؟ غلطه. چرا غلطه؟ چون پایه و اساسش برای یه فرض غلطه. اصلا همچنین 6 زل منتظم وجود خارجی نداره. این صرفا حدس منه که طراح چی فکر کرده، فقط همین. سوال خوشگل 48 یه زاویه O, X, Y داده، بعد میگه اینجا یه زاویه جدا کنید، این بشه آلفا، ذره بعد کشته، این بشه آلفا، این بشه دو آلفا، یه دونه M اینجا بگیرید، اینجا یه عمود کنید M N، اینجا یه عمود کنید M P. نسبت M N به M P چی میشه؟ MN به MP. MN به NP. به سینوس کوسینوس رب بدیم دیگه، چون نسبت موضوع بحث ماست. من این وتر رو یک میگیرم، وقتی وتر یک میگیرم توی مثلث قام و زاویه ضلع مقابل میشه سینوس آلفا، ضلع مجاور میشه کوسینوس آلفا، اینجا میشه سینوس دو آلفا، اینجا میشه چی؟ کوسینوس دو آلفا. نسبت این دوتا میشه سینوس دو آلفا به روی سینوس آلفا، که اینو باز کنیم میشه دوتا کوسینوس آلفا. کوسینوس آلفا کدوم یکی از ایناست؟ او پی به او ام، او پی به او ام، درست، این همون او پی به او ام. گزینه 4 حلای هندسی خوشگل هم داره، با خودتون دیگه بریم پیدا کنید. خب سوال بعدی رو حل کردیم. سوال بعدی هم خیلی معروفه، امیدوارم بچه ها یه بار دیگه اینو دیده باشن که زاویه نیم ساز، زاویه بین نیم سازای خارجی، این زاویه میشه 90 منهای آ دوم. خب اولا فقط یه زاویه رو داده، بس لابد منظورش این بوده. ثانیاً مگه نمیگه کوچکترین زاویه؟ این وقتی کوچکترینه که آ بزرگترین باشه. خب آ منفرج است دیگه، میشه 90 منهای نصف 38 چنده؟ 69. 90 منهای 69 چند میشه؟ 21. فکر کنم نداره گزینه 1. مرسی. و برخلاف همیشه که هندسه پایه بخش مردم آزار کنکور بود،
عالی بود، خیلی خوب بود. نگاه کن اینجا شروع شد، اینم خیلی خوبه. یه دایره داریم به شعاع 3، اینم 3 اندازه شعاع، پس این زاویه 60. آقا این 70، پس اینجا تا اینجا دو برابرش 140. 60 رو کم کن، اینجا 80. چی میخواد؟ ای 3 رو میخواد. این نصفشه دیگه، 180 منهای 80، 100 گزینه 3. خوب بود دیگه. بریم بعدی. عالی بود. این مماسه، این قاطعه، این رادیکال 3 برابر اینه. مماس به توان 2 مساوی این تیکه قاطع ضرب در کل 3 ده. 3 تا ایکس 2 ایکس 2 رو بزن، سی دی میشه 3 ایکس. از اینجا تا اینجا 3 ایکسه، این ایکسه، این چنده؟ 2 ایکس. این به این میشه چند؟ 2. شاد شاد میشه روح آدم تو این آزمون. همینه که ما میگیم ما اینقدر دانش آموز داریم که میگه آقا من که نمیتونم اندسه بزنم، ول کن. دقیقا برعکس بودم سال 153. حالا شاید به این راحتی ها نیست، ولی خوبه، خیلی خوبه. مثلث چیز زوزنقه قائم الزاویه، این زاویه 120، مسطح این چارزلی او ام انسر رو میخواد. من اینو زوم بکنم، بس. خب ببین این زاویه چقدره؟ 120. اینا عمودن دیگه، این دوتا 90، این 120، این میشه 60. خب شامون چقدره؟ شامون 3. پس اینم 3، پس مثلث متساوی الاضلاع اینم 3. این 120 تو زوزنقه، این 60، پس این نصفش میشه 30. این 3، این 30 تانژانت 30 رادیکال 3 سومه، پس این رادیکال 3 برابر اینه، اینم میشه 3 رادیکال 3. مساحت یه دونه مثلث متساوی الاضلاع داریم که میشه رادیکال 3 چهارم A2، یه دونم اینو داریم که میشه ضرب ارتفاع ضرب در قاعده تقسیم بر 2. 9 دو تا 18 تا 18 و 27 رادیکال 3 چهارم. بریم ببینیم درست بود. گزینه 1، بریم رو تخته لطفا. فکر کنم تمام شد. خب دانش آموزان عزیز خسته نباشید، امیدوارم که موفق باشید.